درود بر شما دوستان عزیز همراهان صمیمی و مشتاق کانال انگلیسی مثل خوردن خوشحالیم که باز فرصتی دست داد تا در خدمت شما باشیم به این درس و به این کلیپ خوش آمدید در این درس قصد داریم در مورد صفت های فیو و لیتل و کاربرد اونها صحبت کنیم و از چند تست بهره گرفتیم تا بتونیم با تشریح تست ها کاملا تفاوت این دو و کاربردشون رو با هم خوب خوب یاد بگیریم. لطفا دوستان پاسخ هر تست رو در زمانی که در اختیارتون قرار میگیره در قسمت کامنت بنویسید و بعد با پاسخ درست تطبیق بدید تا ایرادات احتمالی رفع بشن و نکته دیگه اینکه کانال انگلیسی مثلا خوردن رو سابسکرایب یا فالو کنید و به این طریق در جریان تازه ترین درس های آموزشی قرار بگیرید و از زمره اولین نفراتی باشید که به کلیپ های آموزشی دسترسی پیدا می تا از اونها بهره کافی رو ببرید. خب پر انرژی و با انگیزه بریم سراغ یک تعداد تست در مورد کاربردهای های فیو و لیتو. قبل اینکه به تستا بپردازیم باید نکته ای رو در مورد تفاوت کاربرد فیو و لیتل بگیم. منظور از هر دو بیان کم بودن چیزیه. فیو کم بودن در تعداد و لیتل کم بودن در مقدار. فرقشون اینجاست و ما باید به معنای جمله و کلمه ای که کم بودن در موردش مطرح میشه دقت کنیم. اگر اون کلمه شمارشی یا countable باشه باید از فیو استفاده کنیم و تعداد کم رو بیان کنیم. اگر اون کلمه غیر شمارشی یا uncountable بود از little استفاده می و کم بودن در مقدار رو نشون میدیم. و یه نکته مهم دیگه این که صفات مشابهی با فیو و little وجود دارن و اون فیو و a little هستن تفاوت کاربرد اینها رو اگه بخوایم توضیح بدیم بعد بگیم A few به تعداد کمتری از اسم مورد نظر نسبت به few اشاره داره و در مقابل هم a little به مقدار کمتری از اسم مورد نظر نسبت به little اشاره داره خب بریم سراغ ها که با این پیش زمینه ذهنی امیدواریم که کل این ده سوال رو درست بزنیم با هم Number one I have a جای خالی friends کوزینه ها فیو یا لیتل خب دوستان چند ثانیه فرصت دارید لطفاً فکر کنید و پاسخ رو در قسمت کامنت بنویسید بعد از چند ثانیه خدمت می‌رسیم و پاسخ رو تحلیل می‌کنیم معنی این جمله عبارت هست از اینکه من دوستان کمی دارم I have a few friends چرا؟ چون گفتیم که برای انتخاب بین few و little ما به معنی جمله و اون کلمه ای که بعد از اون اومده و تعداد یا مقدار کمش مورد نظر هست دقت می در اینجا friends داریم یک کلمه جمع نشانه جمع بودن رو هم در خودش داره پس کلمه ما کلمه قابل شمارش است پس استفاده از few در اینجا درسته چون تعداد مد نظره و نه مقدار گزینه صحیح few. I have a few friends Number two He has very جای خالی patience with me گزینه ها few little چند ثانیه فرصت دارید لطفاً گزینه صحیح رو انتخاب کنید این جمله بدین معناست او با من صبوری خیلی کمی به خرج میده کلمه بعد از جای خالی پیشنس یک اسم و قابل شمارش نیست صبوری در اینجا قصد بر اینه که به مقدار و میزان صبوری اشاره بشه و نه به تعداد اون قطعا بنابراین گزینه درست little می باشد He has very little patience with me. او با من صبوری خیلی کمی به خرج میده. Number 3 There's only a جای خالی sugar left. گزینه ها few little لطفا جای خالی رو پر کنید در قسمت کامنت گزینه مورد نظرتون رو بنویسید بعد از چند ثانیه خدمتتون میرسیم این جمله بدین معناست مقدار کمی شکر باقی مونده دقت کنیم شوگر از جمله مواد غذایی که آن کاونتبله یعنی غیر قابل شمارشه شکر مقدار کمی شکر بنابراین گزینه صحیح لیتل می باشد There's only a little sugar left مقدار کمی شکر باقی مونده Number 4 I've done it a جای خالی times گزینه ها فیو لیتو لطفا جای خالی رو با گزینه درست در قسمت کامنت بنویسید و پر کنید. خب معنی این جمله اینه من اون کار رو فقط چند بار انجام دادم با توجه به اینکه تایمز یک کلمه شمارشیه و اتفاقاً اس جمع رو هم دریافت کرده قطعا تعداد مد نظر بوده تعداد دفعات انجام اون کار فیو پس جمله عبارت هست از I've done it a few times من اون کار رو فقط چند بار انجام دادم دقت کنیم دوستان اگر قبل از جای خالی ای وجود نداشت باز تعداد کم مد نظر بود اما همین تعداد کم اگر مثلا با فیو پنج بار باشه با فیو مثلا سه بار اتفاق میفته پس تفاوت فیو و فیو رو میبینیم اینجا نمبر 5 I saw a جای خالی films at the weekend گزینه ها فیو لیتل چند ثانیه وقت داریم که فکر کنیم و گزینه صحیح رو در قسمت کامنت بنویسیم معنی این جمله اینه تعداد کمی فیلم در آخر هفته دیدم چند تا فیلم معدود دیدم در آخر هفته باز هم به اسم دقت میکنیم فیلمز به عنوان یک کلمه پلورل پس حتما شمارشیه و حتما باید فیو استفاده بشه جمله کامل رو میخونیم I saw a few films at the weekend. Number six. I've got very جای خالی spare time گزینه ها few little فکر میکنی و بعد از چند ثانیه با هم برمیگردیم به سوال لطفا پاسخ رو در قسمت کامنت بنویسید معنی جمله اینه وقت فراغت خیلی کمی دارم خب به سپیر تایم دقت می کنیم. وقت فراغت یا سپیر تایم چیزی نیست که شمارشی باشه. پس میزان کمی مد نظر بوده. Little گزینه صحیحه. I've got very little spare time. وقت فراغت خیلی کمی دارم. Number seven. I've only read a جای خالی of the book so far. Just the first couple of chapters. گزینه ها few little. بعد از چند ثانیه برمیگردیم و با هم بررسی می کنیم. لطفا گزینه مورد نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید. معنی این جمله اینه من تا حالا فقط یکم یا یه خورده از کتاب رو خوندم فقط دو فصل اولش رو خب در اینجا به معنی جمله دقت میکنیم منظور اینه که مقداری از کتاب رو مقدار کمی از کتاب مطالعه شده نه اینکه تعداد کمی از کتاب چون یک کتاب مشخص مد نظره و مقدار کمی از اون فقط دو فصل اولش خونده شده بنابراین گزینه صحیح little و جمله کامل به این صورت I've only read a little of the book so far. Just the first couple of chapters. و یک نکته فری هم دوستان ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چرا فعل read در اینجا به شکل read خوانده شد. زمان این جمله present perfectه و در اینجا باید بعد از have اون شکل سوم فعل به کار بره. شکل سوم فعل read به همون صورت نوشته میشه. به شکل read نوشته میشه اما read خونده میشه. Number 8. I'd only like a chai khali milk in my tea please. Gozineha few little. لطفاً گزینه مورد نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید بعد از چند ثانیه برمیگردیم. معنی جمله اینه من فقط یه خورده شیر تو چاییم میخوام لطفاً خب به ملک دقت کنیم دوستان یک نوشیدنیه میدونید نوشیدنی ها جز اسامی هستن که غیر قابل شمارشن بنابراین گزینه درست انتخاب لیتله جمله کامل رو ببینیم و گوش بدیم I'd only like a little milk in my tea please من فقط یه خورده شیر تو چایم میخوام لطفاً Number 9 Only a جای خالی tickets were sold for the concert. گزینه ها few little. بعد از چند ثانیه برمیگردیم لطفا گزینه صحیح رو در قسمت کامنت یادداشت کنید. خب معنی این جمله اینه فقط چند تا یا تعداد کمی بلیت برای کنسرت به فروش رفتن به کلمه تیکت دقت کنیم که کلمه جمعه و بایستی قبل از اون فیو استفاده بشه جمله کامل اینه Only a few tickets were sold for the concert یک جمله مجهول فقط چند تا بلیت برای کنسرت به فروش رفتن Number 10. I'd like a جای خالی more chicken please. گزینه ها few little. لطفاً گزینه مورد نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید. بعد از چند ثانیه برمیگردیم. معنی این جمله عبارت است از دست من یه کم دیگه یا یه خورده دیگه مرغ میخوام لطفا به چکن باید دقت کنیم که باز از خوراکی هاییست که غیر قابل شمارشه بنابراین گزینه درست لیتله جمله رو ببینیم جمله کامل رو I'd like a little more chicken please من یکم کم دیگه مرغ میخوام لطفا خب دوستان عزیز خسته نباشید امیدواریم که همه گزینه ها رو درست زده باشید و اگر گهگاهی همگزینه درست را انتخاب نکردید با توجه به توضیحاتی که داده شد امیدواریم ایرادات احتمالی رفع شده باشن و کاملا ذهنتون راجع به این دو صفت روشن شده باشه سپاس بیکران بابت همراهی و حمایتتون دوستان عزیز روز و روزگار بر شما خوش